همونطور که پیشتر آقای رجب طیب اردوغان وعده داده بود که تا پایان ماه سپتامبر بسته دموکراسی رو در ترکیه ارائه خواهد کرد، امروز این بسته در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. هرچند بلافاصله پس از سخنرانی آقای رجب طیب اردوغان و ارائه این بسته واکنش‌های بسیار زیادی رو در محافل عمومی در میان گروه‌ها و شخصیت‌ها و احزاب شاهد بودیم که عمدتاً یا این بسته رو ناکافی می‌دونستان یا نسبت به اون انتقادات بسیار جدی رو مطرح می‌کردن. اما نگاهی بیاندازیم به مفاد اصلی در این بسته پیشنهادی که امروز در ترکیه ارائه شد. نخستین موضوعی که ما شاهد هستیم در بسته پیشنهادی امروز در ترکیه در واقع لغو حد نصاب 10% برای کسب آرا به منظور شرکت در انتخابات است که موضوع بسیار مهمی هستش برای احزاب کوچکتر من جمله احزاب کردی که همین موضوع همیشه مانع ورود اونها به پارلمان ترکیه بوده. مسئله دیگه مسئله لغو ممنوعیت حجاب در مراکز دولتی هستش. همینطور اجازه تدریس زبانهای دیگه از جمله زبان کردی در مدارس خصوصی و نه البته در مدارس دولتی. همینطور اجازه نامگذاری شهرهای در مناطق کردنشین با نامهای کردی و نهایتاً لغو الزام سوگند کمالیسم. من در مورد سوگند کمالیسم این نکته رو در واقع توضیح بدم که سوگند کمالیسم دانش آموزان ابتدایی ترکیه رو ملزم میکرد که جمله من یک ترک هستم و نسبت به اون وفادار هستم رو به زبان بیارن و به اون سوگند بخورن، که همین موضوع در واقع انتقادات بسیار و اعتراضات زیادی رو از سوی احزاب کردی همیشه به همراه داشته. این در واقع موارد کلی بود که در بسته پیشنهادی امروز دموکراسی ترکیه ارائه شد. اما همونطور که گفته شد احزاب و گروه‌های بسیار زیادی نسبت به این بسته انتقاداتی رو مطرح کردن، از جمله احزاب کردی که همیشه نسبت به این در واقع بسته پیشنهادی اعتراض داشتن و چندان خوشبین به اون نبودن. امروز هم عنوان کردن که در واقع این بسته پیشنهادی دیدگاه مردم کرد رو در بر نمیگیره و در واقع بیشتر هدفش انتخاباتی هستش و در جهت منافع حزب آکپه و دولت اسلامگرای آقای رجب طیب اردوغان حرکت میکنه. در کنار احزاب کردی در واقع علویان هستند که جمعیت 20 میلیونی ترکیه رو تشکیل میدن. اونها در واقع همیشه یکی از منتقدین جدی دولت آقای رجب طیب اردوغان بودن که عمدتاً گرایش های چپ دارن و در جریان ناآرامی های اخیر در ترکیه شاهد بودیم که بسیار فعالانه حضور داشتن و اعتراض کردن به سیاست های آقای رجب طیب اردوغان. امروز هم استقبال چندانی از این موضوع نکردن و عنوان کردن که این بسته دموکراسی در واقع هیچ گونه حمایتی رو از لحاظ مسائل دموکراتیک از علویان انجام نمیده. همینطور سکولارها نسبت به این بسته انتقاد داشتن. اونها هم از منتقدین جدی دولت آقای رجب طیب اردوغان همیشه بودن در طی این سالها، به خصوص در ناآرامی‌های چند ماه اخیر که خب شعار اصلی و حرف اصلی اونها هم در طی این سالها این بوده که دولت اسلامگرای آقای رجب طیب اردوغان تلاش میکنه ارزش‌های سکولاریسم نهادینه شده از زمان آتاتورک در جامعه ترکیه رو کم رنگ بکنه و به جای اون ارزش‌های اسلامی رو جایگزین بکنه. امروز سکولارها هم در واقع به شدت نسبت به این موضوع و این بند، یعنی لغو ممنوعیت حجاب اجباری در مراکز دولتی ترکیه، اعتراض کردند و از این موضوع در واقع ناخشنود بودند. در کنار همه این گروه ها ملی‌گراها هستند که از همون ابتدا در جریان مذاکرات صلح میان پیکاکا و دولت آقای رجب طیب اردوغان انتقادات جدی رو نسبت به دولت ایشون وارد کردند. امروز هم بسیار ناراحت هستند، به خصوص بر سر این موضوع، یعنی لغو الزام سوگند کمالیسم، که این موضوع برای اونها بسیار مسئله حیاتی و مهمی بود. اما در کنار همه این موضوعات به نظر میرسه که شاید تنها گروهی که بیشتر از گروه‌های دیگه راضی بوده شاید گروه‌های وابسته به دولت آقای رجب طیب اردوغان و طیف‌های اسلامگرا بودن که به هر حال در این زمینه خب ملاحظات زیادی رو بسته اخیر و همینطور قوانین پیشتر از اون در نظر گرفته بوده. ولی در کل امروز در واقع آقای رجب طیب اردوغان نکات بسیار مهمی رو در سخنرانی خودش هم مطرح کرد، از جمله اینکه عنوان کردن که
این بسته در واقع اولین و آخرین بسته در ترکیه نخواهد بود. ما تلاش میکنیم که بسته های مشابهی رو در این زمینه در آینده ارائه بدیم. تمام تلاش ما این هستش که در جهت ترویج دموکراسی در ترکیه تلاش بکنیم و در طی این 11 سال هم هدف ما جز دوستی و مودت و احساس همدلی و یکدلی میان مردم ترکیه چیزی نبوده و این قول رو دادن که در آینده بیشتر در این زمینه تلاش بکنن. به هر حال وجود چنین بسته های یا ارائه بسته های مشابه این چنینی در آینده باید دید که تا چه اندازه میتونه مطالبات گروه های مختلف من جمله مردم کرد رو برآورده کنه و تا چه اندازه میتونه فضای سیاسی رو در ترکیه بیش از گذشته باز بکنه. تلویزیون ایران فردا، ترکیه.